خواستم شما انشاءالله این آقای سید مرتضی رحمت الله علیه، شیخ توسی، شیخ مفید، علامه مجلسی، ملا قاضی ششتری، مرحوم علامه جزایری، اینها رو انشاءالله در این یک روز مانده به محرم این اساتید بزرگوار رو یاد بکنید در مورد درس خارج فقه و این مسائلی که آقای اومد و فرمایش کرد. علم اصول درس خارج یکی از ضروریات شما خدایی نکرده به حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی دامت برکاته توهین نفرمایید، دیگه کسی رو نذاشتید برای خودتون، خدا خیرتون بده، شما هم شاگرد بالاخره کتابهای اینها هستید. چرا توهین میکنید به مرجعیت؟ چرا توهین میکنید به تمام حوزه علمیه؟ بابا شما عقلتم کو؟ عقلتم کو؟ عقلت کو؟ من کجا توهین کردم؟ من میگم علم اصول فائدهش کمه، شما میگی توهین کردی به مرجعیت، توهین کردی به فلانی، توهین کردی به فلانی، این توهین نیست. من گفتم که من دست آقایون رو میبوسم، کفشون رو میبوسم، این دیگر خودت رو گول نزن که بله علیکی توهین کرده به فلانی. من آقایون رو دوست دارم و دستشون رو میبوسم، اما اینقدر وقت طلبه ها رو گذاشتن روی علم اصول، این خودشون هم میگن آخر، این حرف من که نیست، من خودم از این آقایون بارها شنیدم که این فایدهش خیلی کمه. خب در کتاب های خود آوردن دیگر، این مسئله واضح و روشن. حالا شما خبر نداری جان من، شما اطلاع نداری، یه آدم مغرضی هستی اون جای خودش، اما ما ایراد گرفتن بر علما این توهین نیست، انتقاد کردن از علما توهین کردن نیست و این خیلی روش شایع هست در حوزه های علمیه. حالا یک کسی فهمیدت انتقاد می‌کنه، کسی هم شاید نفهمید، شاید من نفهمیدم انتقاد کردم، انتقاد من شاید وارد نیست و من خیلی اصرار و پافشاری ندارم و توقع هم ندارم که اینا حرف ما را گوش بکنن، اصلا شاید حرف من اشتباهه. این کدام مطلب اساسی من در این شبکه این نیست که من حوزه را بیام بگم که شما علم اصول دیگر تدریس نکنید یا این وقت را من کم صرف بکنید، کاری ندارم. من خیلی زیاد امیدم از حوزه علمیه ندارم که حوزه علمیه زیاد مصدر مثلا خیلی کارهای بزرگ در عالم بشود دیگه، اونها کارهای خودشان را میکنن، حرف کسی را گوش نمیکنن. حالا یک وقت یک کسی انتقاد کرد مثلا فلان علم فایدهش کم هست، این توهین نیست جان من. یا اگر من گفتم که اینها تدریس میکنن، به چه علت تدریس میکنن؟ آخر آیه قرآن که ما نداریم، حدیث که نداریم، فایدهش هم که خیلی کمه، به خاطر چی پس این همه با این همه گستردگی تدریس میشود؟ خب عرض کردم اون چیزی که به فکر من رسیده به خاطر عادته، به خاطر عادت، دیگر فایده دیگر دلیل من دیگر پیدا نکردم. اگر شما آقایون دلیل دیگری دارید بفرمایید، اون دلیل دیگر را من یاد بگیرم استفاده بکنم. من آقایون را دیدم، من درسهایشان را دیدم، اون آقایون خیلی متخصص در علم اصول هستن، من شاگردای اونا بودم، خیلی با اونا ارادت هم دارم، دوستشان هم دارم، اما من فایدهی در این کار نمیبینم. حالا شما بگید من اشتباه میکنم، خیلی خوب، من اشتباهات من زیاده، یک از اشتباهات من این باشه، خودم آسمان به زمین نمیخورم، من زیاد پافشاری ندارم که حتما این حرف مرا قبول بکنند آقایون.